به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اونجا سردار تشتکی ها رو میگم، دزدان، همشون دزدان، دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخوام نفهمیم که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه، یا سروش دروغ میگه یا محمد یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنی. این خیلی ساده است، دو تا چهار تاست. محمد کتابی دستش نبود، یا آقای بر من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنیم من میگم چیزی گذاشتن توشا، نه بابا، از توش در بردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش زدن کلام الله رو. حتما اونا میدونستن مثل آقای سروش که این کلام الله نیست، یه مشعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملتی غیر عرب. این باقی مانده ها، این میوه های خاکنداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردند که بدزدند، با اسلام کاری نداشتن. حداقل امروز چشاتون میبینه، اونایی که میخوان ببینن، بعضیا کورن چون میدزدن، کورن نمیخوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا میگن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون میگیم هر کسی آزاد هر کاری بکنه بکنه، بذار بکنه. اما یه مسئله، آزاده تا اونجایی که آزارش به دیگران نرسه. اونجا وقت الله میاد کمکش، میگه این دیگران مشرکن، باید همشون از بین برن. در ایران اگه مایی مثلا 5000 نفرم بمیرن اشکال نداره، اما تو فلسطین در جنگ 900 نفر کشته شدن، وای حسین کشته شد. ما به ایران کاری نداریم، ما اصلا ایرانی نیستیم، ما فلسطینی هستیم. الله گفته
یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینیا قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینیا که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانی است که هنوز فلسطینیان. به من مربوط نیست در فلسطین چه خبره. چون یه کسی یه چیزی سوال کرده، من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی و هفت طبقه بالای آسمون، هفت طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمامه به سر. و ما ببعی هستیم. ما ترسوییم. ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه بخش امروز من دارم با هاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که هی به من میگید چرا حرف نمی، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن. یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 50 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشک ها رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن. هیچ کسی هم حسن حسن نمی کنه. مدعی هم وجود نداره. جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کار در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم. جنگ توی دعوان اون حلوا خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست. تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن، پاشو برو فلسطین. پاسپورت امریکایی هم که حتما داری، راحت راحت میدن اونجا. برو برای فلسطینت به جنگ. چرا تو خونه نشتی خابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منو میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست. اگه 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست. به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه. و اون تحمیق، استحمار. از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله، من دشمن اسلامم. دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم. من میخوام آزاد زندگی کنم. اسلام آزادی من رو میخواد بگیره. اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چجور لباسی بپوش چجور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چجوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری من باید بیام. وقتی میمیری من باید بیام. وقتی زندگی کار میکنی باید بدی به من. من این اسلام رو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش. تو هر کاری میخوای بکنی بکن. تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرن بهشت نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنا رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردا رو واسه شون خانوم میارن.
اگرم نکنی میزنه تو مار قاشیه، یه سیخ میچپونن از تد از دهنه در میاد رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم سه تا تلویزیون های جمهوری اسلامیه، همه ی اروپا و امریکا هست، سلام و آیاربی یک و آیاربی دو. یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، دو تا تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تا تلویزیون. من روزی یه ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری منو نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. با من چی کار داری؟ اسلام و من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده. باهاش دشمنم برای اینکه 1400 سال به هم زور گفته. باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبهشو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر از عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنهای ایرانی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن بهش میگفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید. میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور، بعد سید درست میکردن. هی من نمیدونم اینا رو خیلی ساده است اگه آدم راجع بهش فکر بکنه. من میگم تو میخوای مسلمون باشی؟ به قول خودت مسلمونا حبزا. دیرت اگه میخواد، اگر با فهم و شعور فاصله نداری، برو یاد بگیر چیه. میخوای واسه حسین سینه بزنی؟ برو ببین حسین کیه. برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده. برو ببین چرا فامیلاش شمر دایی حضرت عباس بود سر حسین و برید. اینا اینقدر با هم نزدیک بودن. ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس، بعضی وقتا هم حضرت عباس ما از خدا بالاتره، چون نمیفهمیم. حسین از خدا بالاتره چون نمیفهمیم. علی از خدا بالاتره چون نمیفهمیم. تو اصلا نمیدونیم خدا کیه. یه چیزی تو گوش ما گفتن از بچگی ما همونو مثل ببایی مثل توتی همینجوری تکرار میکنیم. به خودمون زحمت نمیدیم بریم پیدا کنیم ببینیم این حسین کیه، واسه چی کشته شد، چرا کشته شد، چرا از شهرش. یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه، ما دعوامون شد نزدمش. بعد رفتیم پلیس. تو پلیس هرچی تونست زنجل موره کرد. یه مترجمم فوری باهاش اومد. گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده.
پرسیدن، گفت 2 ساعت پیش. گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته؟ مغازه من. برای چی اومده مغازه من؟ چیکار، چی میخواسته بخره؟ اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همدانی. پلیس خندش گرفت، گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا، از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی؟ گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این؟ مگه من رفتم تو هتلش؟ مگه یزید دنبال حسین رفت به مدینه؟ حسین طمع خلافت داشت، پاشد اومد اونجا، یخش گرفتن پخ پخش کردن. به منم مربوط نیست کار حق کرد یا کار باطل کرد، آدم خوبی بود، آدم بدی بود. دوتا عرب با هم دعواشون شده، یکیشون یکی دیگر رو کشته. اگه حسین یزید رو کشته بود، حالا تو واسه یزید گریه میکردی؟ فرقی نمیکنه برات، آخوند بگه برای چی گریه کن، برای همون گریه میکنی. یه نوشته ای برای من اومده، امیدوارم آورده باشمش. بله، اینو خوندم، حیفم اومد برای شما ها نخونم. خانم ها، آقایونی که فکر میکنید من کافرم، حق با شماست، من کافرم، من جهنمیم، من هرچی شما میگید هستم، اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان. جواب من رو چون ندارید فحش میدید. نه شما، آخوندتونم همینجور. آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده، به من میگه تو مرتدی. جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند. این آقا 6 سال تو حوزه عمرشو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده پیش شما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را، تعقل رو دین خود قرار دادند، تعقل را روی دین خود قرار دادن، بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم، اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند، پشیمان از اینکه بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل و خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از اینکه خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختر بازی می کردن، می رفتن به کیف می کردن، من می رفتم ببینم که هر از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این، نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم. اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدامین خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان
نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم، جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه‌ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرساد به زمین خاک برداره، اون نتونست دومی سومی، بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد با آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم، معده واسش درست شده باش اون تو، روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینا قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه است. قصه آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه دروغ های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب های آسمانی. به آیه های مکی که می نگرم یک انسان خوش سیرت و آکنده از عطوفت می بینم، چون زور نداشت حرف بلند می زد جا به جا می کشتنش، که گویا این پیامبر یک انسان مهربان و خوش سیرت است، ولی کمی که زحمت کنکاش در آیه های مدنی را به خود دهید، یک انسان متکی به شمشیر و خشونت اطرافیان خود را به راحتی خواهید دید. خدایا اگر محمد مدینه همان محمد مکه بود، چرا کاروان مکیان را همانند دزدان سرگردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند؟ آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که میبایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید؟ آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماوراء و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخم های سینه خود. نمیدانم چه بگویم.
به فقه این دین که می نگرم چیزی جز سوال و پرسش های رنگارنگ نمی بینم. در کتاب لمعه، لمعه کتابی است که توی حوزه درس میدن این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آی فاضلی، جن وجود داره؟ آی فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما؟ ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند. به این حدیث که رسیدم همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص دادند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده، انسان بی هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد و پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا اسلام دین صلح، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله تسلیمه. آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت، به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی، حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستن حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنن. چه بگم که درد زیاده. در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه، با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرفا رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، می ترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلت رو بهشون بزنی. همه این حرفا رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناست، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل، مکار اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد.
مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن آدم حوا چیه، جن چیه، روح چیه. اینا از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن. آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همین باشه، تو باید خودتو جر بدی. باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی ها یاد گرفتن. همین الان هم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قم زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، این بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند. این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من و تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثیست که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما ها میگم بتسازی نکنید. این لغتی که میگم، مصدقی با من بد میشه چون بت مصدقی مصدقه، شاهی با من بد میشه چون بت شاهی شاهه، مجاهد خلق با من بد میشه چون بتش یا مسعوده یا مریمه، اکثریتی خلق بد میشه برای اینکه نمیدونم میگه من فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردگان خودشون. اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرانشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن. فرقی نمی کنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه. خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی. این وصف الحال منه میگه و این شعر رو براتون میخونم، بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بعد ایداد
از اون روزی که من شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد، یه دونه اومده قشنگ بعد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم و خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، تا که از سرم برداشتن فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من، ببخشید، مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ، زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه گفته چرخ. جایی است آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسری است که از سر به در شود، مهرت نه عارضی است که جای دیگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد، پس همه این مردم وطن دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن، 7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجع به مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هر چی شما ها میگید. شاه خیلی آدم خوبی بود. مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه. مریم رجوی خیلی آدم خوبیه. لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین
نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده یا یه طرفو بگیرن، نمیدونم چپ اکثریت چپ اقلیت مجاهدین اینا با هم دیگه، اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندارید؟ ای بابا اعلیحضرت هیچ وقت نمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم توده‌ای و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرف رو نمیزنم، برای اینکه این عمل هیچ‌وقت انجام نمیشه. من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگر رو نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید، و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده، با مغزت فکر کن مصدق چی کار کرده، کتاب بخون. محمد رضا شاه چی کار کرده؟ کتاب بخون. رضا شاه چی کار کرده؟ کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزین دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. این یه ملت بیداره. وقتی من میبینم چهار نفر منطقی، یا آقایی تلفن کرده بود، من بدون این که ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم، بهش تلفن کردم. نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فوشش بدم، چون من نشنیده بودم، که گفت شما پیام ببینیم بعد به من زنگ بزنیم. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه. انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی، گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بیسوادی، تو نمیفهمی. چه مهمی نیم، من ادعای فهم نکردم، ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه، وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم، نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم. منم بشرم، من گفته های یه چیزی براتون بگم، یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزا آقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما،
من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود من نمیدونستم مال کیه. گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یه کسی مدعی شده که این ایمیل این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی ایمیل برای من فرسته بود. شراره ادعا نکرده بود که مال اونه. شراره جمع میکنه برای من میفرسه، منتها اشتباه کرده بود زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشقریه ترین طنز نویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم. بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من ما از نظر زبانشناسی اگر بریم اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریش هست، در تقدیر کنی نداری. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند چون تعداد زیادی هستن آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم. وقتی پای یک کوهی شما هستید، افق دیدتون محدوده به همون اندازه ای که میبینید. هرچقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه که میرسی سر یه قله میبینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله میبینی بالاتر داری، هرچقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یا آقای یک از این بچه هایی که تازه دو تا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه. نقل قول نمیدونم انشتن کردن با اینکه بفهم آدم که انشتن چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول انشتن شما میخونی بعدم میای مثل توتی دوباره میگی، اما اگر بفهمی، چون انشتن غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستام که صحبت میکنم دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه،
مردمم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحیام گفتن مسطحه، یهودیام گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن یه جاش هست تو تورات میگه کرویه، نه دروغه، 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 دروغه. همه فکر میکنن، میفکر کردن تخت زمین، چون عقلشون بیشتر از این نمیرسید. خدا و پیغمبری هم وجود نداشته. همونقدر که عقل اون آدمه میرسید تو اون بیابون، همونو نوشته تو هم میخونی. گفت زمانی که گالیله، گفت به اینا گفتم زمانی که گالیله اومد همه مردم چی فکر میکردن؟ وقتی کوپرنیک اومد همه مردم چی فکر میکردن؟ فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد که همه اونا نمیفهمیدن و گالیله میفهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودشو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات، شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از 1000 و اندی گمراهی و شکنجه، فقط، بله فقط با 30 سال مرارت و زجر راه خود را می‌یابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق می‌شود. من خوشبختم چرا که تمام ترس‌های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه‌ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است. من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهه‌ای از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من، بله من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم. راستی من، بله من چقدر خوشبختم. با درود آقای فاضلی میخواستم یادآور شوم که متن فوق را از جایی کپی نکرده، بلکه به واقع خوشبختیم را برای شما بازگو کردم و تمام آن را مدیون شما هستم. پس از این انگیزه‌ای برای زیستن ندارم به غیر از این که با بالا بردن دانایی در باز کردن قفس دیگران بکوشم. سهراب که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر رو آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راهنمایی کنم.
من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلیست که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم، برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. rezafazili.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینه دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام. یکی از دوستان که من نمیشناسمش فقط با ایمیل بهم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست، rezafazili.tk، تی مثل تقی، کی مثل کامران، rezafazili.tk که اون لینک به rezafazili.com که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم rezafazili.net. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید، rezafazili.net. من همین زحمات رو میکشم، همه این مخارج رو تحمل میکنم به امید اینکه شما که استفاده میکنید مای $10-$20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.